تلویزیون وی آر تی بلژیک. محاکمه اسدالله اسدی در دادگاه آنتورپ بلژیک در روز جمعه برای رژیم ایران بسیار ناخوشایند است. اسدی بازپرسان را تهدید کرده بود که اگر محکوم شود گروه های مسلح مداخله می کنند. نتیجه گیری آژانس امنیت ملی بلژیک. عملیات بمبگذاری علیه اپوزیسیون ایران از ایران رهبری شده است. اسدی جاسوس وزارت اطلاعات است که در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد. اسدی یک سال قبل هم به شناسایی ویلپند پرداخته بود. بازپرسان در بررسی جی پی اس ماشین فرانسوی اجاره او دریافتند که حتی به هتلی که مهمانان حضور داشتند رفته بود. Het verhaal leest als een spionagetriller en begint in juni 2018. 25 ژوئن 2018، 4 تیر 1397، نامه از اداره امنیت ملی بلژیک به بخش تروریسم پلیس قضایی فدرال بروکسل. یک حمله در حال آماده شدن است و برخی شهروندان بلژیک در آن نقش دارند. 4 تیر 1397، تراس پیتزا هات، لوکزامبورگ. امیر سعدونی و نسیمه نعامی از دانیال یک بسته، یک گوشی با سیم کارت ارتشی و 22,000 یورو پول نقد دریافت می‌کنند. این سه نمی‌دانند که نیروهای امنیتی مدت‌ها آنها را تحت نظر داشته و از فعالیت‌هایشان عکس می‌گرفتند. 3 ژوئن 2018، 9 تیر 1390 هفت. سعدونی و نعامی با مرسدس CLC سرمه‌ای به سمت ویلپند حرکت می کنند. آنها چندین سال وانمود می کردند که هوادار اپوزیسیون ایران هستند. در ولو سنت پیر سرویس امنیتی وارد می شود. رأس ساعت 12:30 سعدونی و نعامی دستگیر می شوند. سرویس خونسا کننده یک بمب 500 گرم ماده انفجاری TATP را در کیف آرایش نسیمه پیدا می کند. طبق گزارش سرویس امنیت، بمب به صورت حرفه‌ای ساخته شده و دارای یک قطعه منحصر به فرد ساخته شده توسط پرینتر سه‌بعدی و مکانیزم انفجار از راه دور است. بسته شامل 22,000 یورو هم در خودرو پیدا شد. سه روز بعد، دانیال در سرویس امنیت آلمان بازداشت می شود. دانیال کسی نیست جز اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم ایران در اتریش. یک تبعه دیگر بلژیک، مهرداد عارفانی نیز در این پرونده دستگیر می شود. او یک گوشی تنها با یک شماره دارد، شماره دانیال اسدی. بر اساس نظر محققان، او جاسوس پشتیبان در سالن بوده است. یک گنجینه از شواهد در فورد قرمز اجاره اسمکس اسدی پیدا می شود. یکی از افراد در پرونده می گوید این مثل غار علی باباست. از جمله مدارک یک دفترچه دستورالعمل فارسی چگونگی استفاده از بمب است. کد مربوط به بمب پلی استیشن 4 بود. از سوابق سفرها و اعترافات یکی از دستگیر شدگان مشخص می شود که این سه به طور مداوم و منظم در شهرهای مختلف دیدار می کردند. ویان، میلان، ونیز و تهران. اسدی یک سال قبل هم به شناسایی ویلپند پرداخته بود. بازپرسان در بررسی جی پی اس ماشین فرانسوی اجاره او دریافتند که حتی به هتلی که مهمانان حضور داشتند رفته بود. اسدی در ایمیلی به نسیمه نعامی با کلماتی رکیک نوشته بود که 30 سال است به شکار اپوزیسیون ایران اشتغال دارد. اسدی ابتدا به دلیل موقعیت دیپلماتیک خود از موضع بالا برخورد می کند. حتی بعدها در بلژیک بازپرسان را تهدید می کند که اگر محکوم شود گروه های مسلح آماده مداخله هستند. بر اساس سرویس های امنیتی اسدی یک جاسوس وزارت اطلاعات است که در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد. اسدی قبل از انتصابش در ویان در سفارت رژیم در بغداد کار می کرد. نتیجه گیری آژانس امنیت ملی بلژیک این است که این عمل از ایران رهبری شده است. خسارات این بمبگذاری در صورتی که موفق میشد غیر قابل تصور است. در این گرد همایی انبوه شخصیت بین‌المللی شامل وکیل شخصی رئیس جمهور ترامپ، رودی جولیانی، کاندید پیشین ریاست جمهوری کولومبیا، اینگرید بتانکور، نخست وزیر پیشین الجزایر و بسیاری دیگر حضور داشتند. محاکمه‌ای که روز جمعه در دادگاه آنتورپ شروع می‌شود برای رژیم ایران بسیار ناخوشایند است. De geplande aanslag is opgezet door het Iraanse regime.